تظاهرات علیه حضور وزیر خارجه رژیم در یونسکو 15 آبان 92 Donc nous devons compter que sur nous-mêmes, nous devons compter que sur nous-mêmes, sur nous, militants, organisations de droits de l'homme, nous devons espérer que les gouvernements occidentaux ne baisseront pas pavillon. Et voilà, alors bon courage, moi je dois me sauver parce que j'ai des obligations, mais je vous souhaite bon courage et j'espère que la honte sera sur ce ministre qui n'a pas sa place à l'UNESCO, qui est un organisme consacré à la culture. Et dans la culture, il y a les droits de l'homme. Merci. من دیروز به وزیر امور خارجه فرانسه نامه ای نوشتم. لوران فابیوس. به لوران فابیوس. Et je lui ai dit, demain, mercredi, j'irai protester avec les Iraniens devant l'UNESCO. و بهش گفتم که فردا چهارشنبه من برای اعتراض همراه با ایرانیان مخالف به جلوی یونسکو خواهم رفت. Car vous accueillez quelqu'un qui fait partie d'un régime qui n'a pas changé. چرا که شما از کسی استقبال میکنین که متعلق به رژیمیه که اصلا هیچ تغییری نکرده. C'est un régime qui nie les droits de l'homme. رژیمی که حقوق بشر رو نه به رسمیت نمیشناسه. Et les exécutions n'ont jamais été aussi nombreuses. و هرگز اعدام‌ها تا این حد درش افزوده نشده بوده. افزایش پیدا نکرده بوده. Alors je vais protester contre sa venue à l'UNESCO et chez vous. بنابراین من میام تا علیه حضور او در یونسکو و آمدنش به یونسکو اعتراض کنم. نامه کمیته‌های پارلمانی فرانسه به مدیر کل یونسکو. پذیرش وزیر خارجه رژیم ایران در یونسکو وجهه این نهاد را مخدوش می‌کند و توهین به فرهنگ مردم ایران است. بایستی شما این اعتراض جامعه بین المللی را به این رژیم تفهیم کنید. کمیته‌های پارلمانی در فرانسه برای یک ایران دموکراتیک که متشکل از پارلمانترها از گروه‌های سیاسی در مجلس ملی فرانسه و شخصیت‌های فرانسوی است، طی نامه‌های جداگانه خطاب به مدیر کل یونسکو نگرانی خود را از سفر وزیر خارجه رژیم ایران محمد ظریف به یونسکو ابراز کردند. در نامه کمیته پارلمانی فرانسه خاطرنشان شده است در تاریخ 29 اکتبر 2013 این کمیته طی کنفرانسی در سالن ویکتور هوگو آخرین تحولات طی 3 ماه از زمان روی کار آمدن روحانی را مورد بررسی قرار داد که نتیجه این دوران کارنامه‌ای وحشتناک از نقض حقوق بشر و سرکوب داخلی است. کما اینکه در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر نیز یادآور شده است که هیچ تغییری در دولت حسن روحانی صورت نگرفته است. بدین خاطر ما نسبت به نمایش‌های سران این حکومت که هدفشان مجدداً به انحراف بردن جامعه بین المللی است هشدار می دهیم که این نقض پایه‌ای ترین حقوق در کشوری که یادآور یک فرهنگ غنی است غیر قابل قبول است.
پذیرش نماینده رژیم ایران و وزیر خارجه آن در ساختمان یونسکو ویژه این نهاد را مخدوش می کند و توهین به فرهنگ مردم ایران است و بایستی شما این اعتراض جامعه بین المللی را به رژیم ایران تفهیم کنید.